با سلام خدمت دوستان، قسمت سوم رو از کتاب هیپیاس بزرگ که درباره ماهیت زیبایی هست بریم که دامش بخونیم. هیپیاس: البته باید بررسی کنیم. سقراط: تناسب در هر جا باشد سبب می شود که هرچه از آن بهره دارد زیبا بنماید یا به راستی زیبا باشد. هیپیاس: به نظر من چنین می آید که سقراط: مرادم از این که گفتم سبب می شود چیزی زیبا بنماید این است که مثلا مردی زشت اندام اگر جامعه و کفشی بپوشد که اندامش را بیاراید زیبا می نماید. چنین نیست؟ پس اگر تناسب سبب شود که چیزی زیباتر از آنچه هست بنماید، باید گفت تناسب نوعی فریب است، نه آنچه به دنبالش می گردیم. آنچه ما می جوییم چیزی است که همه چیزهای زیبا به علت بهره داشتن از آن زیبا هستند، همچنان که همه چیزهای بزرگ به علت بهره داشتن از خود بزرگی بزرگند، زیرا بزرگی سبب می شود که آن چیز بزرگ باشد، هرچند بزرگ ننماید. مراد ما از این که می پرسیم زیبا چیست، این است که می خواهیم بدانیم آن چیست که هرچه از آن بهره دارد زیباست، هرچند زیبا ننماید. پس آنچه می جوییم نمی تواند تناسب باشد، زیرا تناسب چنان که دیدیم سبب می شود که چیزها زیباتر از آنچه هستند بنمایند و ما نمی شود از این که هر چیز چنان که هست نمایان گردد. ما می خواهیم بدانیم آن چیست که سبب می شود چیزی به راستی زیبا باشد، خواه زیبا بنماید و خواه نه. هیپیاس: ولی سقراط، تناسب با هرچه پیوند یابد سبب می شود که آن چیز هم زیبا باشد و هم زیبا بنماید. سقراط: اگر چنین باشد ممکن نیست که چیزهای زیبا زیبا ننمایند، زیرا سبب نمود را در خود دارند. هیپیاس: درست است. سقراط: همه اشیا و رسوم و کارهایی که به راستی زیبا هستند همیشه و به دیده همه کس زیبا می نمایند و همه مردم آنها را به زیبایی می پذیرند، مگر هر روز با خلاف این امر مواجه نمی گردیم و نمی بینیم که میان مردمان و جامعه ها در این باره اختلاف است و این اختلاف در بیشتر اوقات به دشمنی و نزاع می کشد. هیپیاس: حق با توست و اختلاف مردمان بر سر این موضوع بیشتر از هر مورد دیگر است. سقراط: اگر چیزهای زیبا همیشه و در نظر همه کس زیبا می نمودند چنین نمی شد و اگر زیبا تناسب بود و سبب می گردید که چیزها زیبا باشند و زیبا بنمایند، هر چیز زیبا همیشه و در نظر همه کس زیبا می نمود. پس اگر تناسب سبب می شود که چیزها زیبا باشند، باید تصدیق کنیم که تناسب همان زیباست، نه چیزی که سبب می شود که چیزها زیبا بنمایند. ولی اگر تناسب سبب می شود که چیزها زیبا بنمایند، باید بگوییم تناسب آن نیست که می جوییم، زیرا آنچه می جوییم چیزی است که سبب می شود چیزها به راستی زیبا باشند. ولی هیپیاس گرامی، چیز واحد هیچگاه نمی تواند هم سبب هستی باشد و هم سبب نمود. پس در مورد تناسب باید یکی از دو شق را بگزینیم، یا آن را سبب زیبا بودن چیزها بدانیم یا سبب زیبا نمودن آنها. هیپیاس: سقراط، باید بگوییم تناسب سبب می شود که چیزها زیبا بنمایند. سقراط: دریغا که علمی که در باره زیبا یافته بودیم یک باره از دستمان گریخت، زیرا عیان شد که تناسب غیر از زیباست. هیپیاس: آری گریخت، ولی نفهمیدیم چگونه گریخت. سقراط: با این همه دوست گرامی، نباید دست از طلب برداریم، زیرا من هنوز امیدوارم که زیبا را خواهیم یافت. هیپیاس: البته خواهیم یافت، چون مسئله دشواری نیست و یقین دارم که اگر ساعتی تنها بمانم و بیاندیشم تعریف درست را خواهم یافت. سقراط:
هیپیاس، میبینی که تا کنون با چه دشواری هایی روبرو شده ایم. پس لاف بیهوده مزن تا مبادا زیبا آزرده شود و تندتر بگریزد. ولی نه، بر من ببخشای، چون از این گفته پشیمانم و یقین دارم که اگر اندکی تنها بمانی زیبا را خواهی یافت. با این همه تو را به خدای بزرگ سوگند می دهم، بکوش تا بلکه آن را در حضور من بیابی. اگر مانعی نمی بینی بگذار من نیز در این جستجو با تو همراه شوم. اگر توانستیم آن را به دست آوریم چه بهتر، ولی اگر کامیاب نشدیم من تسلیم سرنوشت خود خواهم شد و تو در تنهایی به جستجو خواهی پرداخت. اگر آن را اکنون با هم پیدا کنیم برای تو سود دیگر خواهد داشت، زیرا از زحمت آسوده خواهی شد و من با پرسش های آمیانه خود مایه دردسر تو نخواهم گردید و نخواهم پرسید که آنچه در تنهایی یافته ای چیست. اکنون به نکته ای که می گویم گوش فرادار، ولی نیک بنگر تا سخنی بی معنی نگویم. می گویم زیبا چیزی است که سودمند باشد. علت این که زیبا را چنین تعریف می کنم این است که می اندیشم هنگامی که چشم را زیبا می خوانیم، مرادمان چشمی نیست که توانایی دیدن ندارد، بلکه چشمی است که توانایی دیدن دارد و از این رو سودمند است. هیپیاس: درست است. سقراط: همچنین است وقتی که میگوییم این تن برای دویدن زیباست و آن تن برای کشتی گرفتن، و یا هنگامی که اسب یا خروس یا کبک را زیبا میخوانیم. این قاعده درباره ظرف‌ها و وسایل باربری زمینی و دریایی، مانند کشتی‌های باربری و جنگی، و اسباب زندگی و آلات موسیقی و کارها و قوانین نیز صادق است. و ما همه آنها را بدان جهت زیبا می‌خوانیم که سودمندند. به عبارت دیگر، هر یک از آنها را با توجه به اینکه طبیعتش چگونه است و چگونه ساخته شده و چه وقت برای کدام منظور سودمند است زیبا میشماریم و چیزی را که به هیچ کار نیاید زشت میدانیم. تو در این باره عقیده دیگر داری؟ هیپیاس: نه، من نیز با تو هم داستانم. سقراط: پس حق داریم بگوییم که هر چه سودمند است زیباست. ایپیاس: آره. سقراط: من چنین می اندیشم که هرچه توانایی برآوردن منظوری را دارد برای آن منظور سودمند است و هرچه فاقد آن توانایی است بیفایده است. ایپیاس: درست است. سقراط: پس توانایی زیباست و ناتوانی زشت. ایپیاس: این سخن درست است و بهترین دلیل درستی آن را در زندگی سیاسی می توان یافت، زیرا در امور سیاسی و دولتی توانایی زیباتر از هر چیز است و ناتوانی زشت‌تر از همه چیز. سقراط: خوب گفتی هیپیاس. پس بدین علت دانایی زیباترین چیز هاست و نادانی زشت‌ترین آنها. هیپیاس: مگر تو جز این میاندیشی؟ سقراط: کمی درنگ کن، نگرانم که این سخن ما را به کجا میکشد. هیپیاس: چرا نگرانی؟ میبینی که استدلال تا اینجا درست پیش رفته است. سقراط: ای کاش چنین بود. به نکته ای که میگویم گوش فرادار. آیا ممکن است کسی کاری کند که نه دانش آن را دارد و نه توانایی آن را؟ ایپیاس: هرگز. چگونه ممکن است کسی کاری کند که توانا به کردن آن نیست؟ سقراط: پس کسانی که به راه خطا می روند و برخلاف میل خیش کار بد می کنند، اگر توانایی آن را نداشتند نمی کردند؟ ایپیاس: نه. سقراط: مردمان توانا به سبب توانایی توانا هستند،
نه به سبب ناتوانایی. هیپیاس: بدهی است. سقراط: همه کسانی که کاری می کنند توانا به کردن آنند؟ هیپیاس: البته. سقراط: ولی چنان که می دانی همه مردمان بی آن که خود بخواهند مرتکب اشتباه می شوند و کار بد بیشتر از کار خوب می کنند. هیپیاس: درست است. سقراط: آیا می توانیم توانایی به بد کردن را سودمند و زیبا بشماریم؟ هیپیاس: به هیچ وجه. سقراط: پس هیپیاس، آشکار شد که زیبا توانایی و سودمندی نیست. هیپیاس: ولی سقراط، توانایی بر کار خوب و سودمندی برای کارهای خوب زیباست. سقراط: ولی آشکارا دیدیم که توانایی و سودمندی به هر حال و به خودی خود زیبا نیست و گمان می کنم روح ما می خواست این نکته را بر ما عیان سازد که زیبا عبارت است از توانایی بر کار نیک و سودمندی برای کارهای نیک. ایپیاس: چنین می نماید. سقراط: ولی مگر این همان سودمند نیست؟ ایپیاس: همان است. سقراط: پس تنهای زیبا و قوانین زیبا و دانایی و هرچه پیشتر زیبا شمردیم به علت سودمندی زیبا هستند؟ ایپیاس: روشن است. سقراط: پس زیبا همان سودمند است؟ ایپیاس: البته. سقراط: مگر سودمند سبب نمی شود که خوب پدید آید؟ ایپیاس: درست است. سقراط: هرچه اثری پدید آورد علت است، چنین نیست؟ ایپیاس: چنین است. سقراط: پس زیبا علت خوب است؟ ایپیاس: بیگمان. سقراط: ولی علت غیر از اثری است که از علت پدید می آید، زیرا علت نمی تواند علت علت باشد. برای اینکه مطلب روشن‌تر شود، بهتر است چنین استدلال کنیم. اگر نگفتیم که از علت اثری پدید نمی آید، ببخشید. اگر نگفتیم که از علت اثری پدید می آید، هیپیاس: چنین گفتیم. سقراط: اثری که از علت پدید می آید معلول است نه علت. هیپیاس: بدیهی است. سقراط: پس معلول غیر از علت است. هیپیاس: آری. سقراط: و علت، علت معلول است نه علت علت. هیپیاس: آری. سقراط: اگر زیبا علت خوب باشد باید گفت خوب معلول زیباست و شاید ما زیبا را بدان جهت می جوییم که معلول و نتیجه آن یعنی خوب را خواست داریم و معتقدیم که زیبا پدر خوب است. هیپیاس: خوب گفتی سقراط، مطلب همین است. سقراط: این نیز خوب است که می گویم پدر پسر نیست و پسر پدر نیست. هیپیاس: آری، بسیار خوب است. سقراط: این نیز خوب است که میگویی معلول علت نیست و علت معلول نیست. هیپیاس: آری، این نیز خوب است. سقراط: پس دوست گرامی، آشکار شد که که خوب زیبا نیست و زیبا خوب نیست، یا معتقدی که با وجود همه آن استدلال ها میتوان آن دو را یکی دانست؟ سقراط: ببخشید هیپیاس، نه سقراط، نمیتوان. سقراط: از نتیجه‌ای که به دست آوردیم خرسندیم و از این پس خواهیم گفت خوب زیبا نیست و زیبا خوب نیست. هیپیاس: نه سقراط، من هیچ خرسند نیستم. سقراط: من نیز آن سخن را کمتر از همه سخنانمان میپسندم. هیپیاس: با تو هم داستانم. پس معلوم می شود عقبده کسانی که زیبا را سودمند و توانایی به کار خوب می دانند مزهکتر از سخن کسی است که دختر و مادیان را زیبا می خواند. هیپیاس: چنین می نماید. سقراط:
ای پیاس، من درماندم و نمیدانم به کدام سو روی آبدم و زیبایی را در کجا جستجو کنم. تو چگونه ای؟ راهی میبینی؟ ای پیاس، نه سقراط، در این دم راهی نمیبینم، ولی چنان که گفتم اگر اندکی تنها بمانم و بیاندیشم یقین دارم که پاسخ مسئله را خواهم یافت. سقراط، ولی من آن مایه شکیبایی ندارم که منتظر شوم تا تو بروی و بیاندیشی. اندکی درنگ کن، چنین می نماید که مطلبی تازه به ذهنم رسیده. اگر بگویم هرچه برای ما ایجاد لذت می کند زیباست، با این سخن می توانیم از معرکه پیروز به درآییم. مرادم اینجا هر لذتی نیست، بلکه تنها لذتی است که از راه چشم و گوش به دست می آید. می دانی که ما از دیدن جوانان زیبا و نقش‌های خوشرنگ و تصویرها و پیکره‌های زیبا و شنیدن آواز خوش و نغمه چنگ و خطابه شیوا و شعر خوب لذت می بریم. اگر در پاسخ آن مرد خردگیر بگوییم زیبا لذتی است که از راه چشم و گوش به دست می آید، گمان می کنی با این سخن می توان دهان او را ببندیم؟